همه دوستانم هیچ کس دوست نداره که سالها پیرتر از سن واقعی خودش به نظر برسه پیر شدن سریع فقط به ژنتیک مرتبط نیست بلکه عادات بیشماری وجود داره که روی افزایش سن بدن شما تاثیر میذاره برنامه غذایی شما سیگار کشیدن اشعه آفتاب و ورزش همه اینها عواملی هستند که روی میزان عمر میزان درخشندگی پوست میزان سلامت شما و همچنین عملکرد مغز شما تاثیر میذارند محققان دانشگاه کمبریج اخیرا دریافتند که اضافه وزن یا چاقی میتونه باعث بشه مغز شما در مقایسه با افراد لاغر در همون سن ده سال پیرتر ظاهر بشه اگرچه پیری یک روند طبیعیه برخی از عادات نادرست ما در زندگی باعث میشه پوست ما زودتر چروک بخوره دچار افت روانی و درد بشیم و مستعد ابتلا به بیماریها اغلب اوقات ما حتی متوجه نمیشیم که این عادتهای بساه روتین به طور چشمگیری عمر ما رو کاهش میدن. ما در این کلیپ به شما 20 اشتباهی رو معرفی میکنیم که با ترک اونها میتونید زندگی طولانی تر و سالم تری رو داشته باشید و حتی جوانتر و شادابتر از سن واقعی خودتون به نظر بیایید. اشتباه شماره اول عاشق گوشت هستید. اگر به گوشت علاقه بیشتری از سبزیجات نشون میدید این کار یک اشتباهه پیوندی بین افزایش مصرف گوشت و مرگ سود رست در مطالعات متعدد ذکر شده یکی از مطالعات بر روی میلیون نفر از طرف مجله انجمن پوکی استخان آمریکا انجام شده به گفته محققان کسانی که میوه و سبزیجات بیشتری میخورند خطر مرگ و میر در آنها 15 درصد کم داره. کسانی که گوشت قرمز زیادتری مصرف میکنند تمایل به خوردن غذاهای گیاهی کمتری دارند و این باعث میشه کمتر از آنتی ها و مواد مغذی محافظت کننده در برابر سرطان استفاده کنند. همینطور استفاده از گوشت های پردازش شده مثل انواع سوسیس ها نیترات ها و مواد نگهدارنده مورد استفاده در گوشت های فراواری شده باعث التهاب میشه و همینطور باعث ایجاد رادیکال های آزاد در بدن این رادیکال های آزاد منجر به اکسیداسیون سلول ها و دی شما میشن و سرانجام سرطان رو به همراه میارن به علاوه این گوشت ها غالبا پر از چربی های اشباه شده هستند که قلب رو پیر میکنن از طرفی کباب کردن گوشت در دمای بالا باعث میشه دو ترکیب سرطانزای خطرناک به نام های آمین های هیدروسیکلیک و هیدروکربان های آروماتیک در گوشت ایجاد بشه. این ترکیبات میتونن به DNA یا سلول های بنیادی شما آسیب بزنن و باعث سرطان بشن. توصیه میشه گوشت رو در شعله مستقیم نپذید. اشتباه شماره دوم زیاد نشستنه. ممکنه فکر کنید کار کردن در یک محیط ساخت و ساز خطرناک باشه اما کارشناسان پی بردن که کار کردن پشت میز کار به مراتب برای سلامتی انسان میتونه خطرناکتر باشه. طبق مطالعات انجام شده از سوی دانشگاه کمبریج روی یک میلیون زن و مرد مشخص شد که نشستن به مدت 8 ساعت در روز میتونه خطر مرگ زودرس را تا 60 درصد افزایش بده. بیماری های قلبی و سرطان علل اصلی مرگ و میر ناشی از یک شیوه زندگی غیر فعال هستند. نشستن طولانی مدت با کندی گردش خون، تنظیم ضعیف قند خون و بالا رفتن کلسترول مرتبطه که زمینه را برای بیماری های مرتبط با سن تشکیل میده. راهکار این مشکل اینه که بعد از هر نیم ساعت نشستن دو دقیقه پیاده روی کنید. حتی برای خوردن یک لیوان آب از میز کار خودتون بلنشید و همیشه پله ها را انتخاب کنید که همین کارهای کوچیک از یک جا نشستن خیلی بهتره. اشتباه شماره سوم مدام قلاتی رو میخورید که رنگشون سفیده. دانه های سفید پوسته خارجی و فیبر ندارن و از مواد مغذی محروم هستند. بدین معنیه که اونها اساسا فقط نسخه دیگری از قندها هستند. خوردن شکر باعث میشه باکتری های بد در روده شما زیاد بشه و جمعیت باکتری های خوب روده که دارای اثرات ضد التهابی برای بدن شما هستند کاهش پیدا کنه. اگر شما از نان سفید، ماکارونی و پیتزا و برنج سفید استفاده می کنید، بدین معنی که شما از غلات سبوستار که دارای مزایای قدرتمندی هستند استفاده نمی کنید. محتوای بالای ویتامین B بی موجود در غلات سبوستار تقریبا در فرایند پالایش از بین میره. این ویتامین باعث کاهش هورمون هموسیستین میشه که این هورمون عامل بیشتر التهابات در بدنه به علاوه غلات سبوسدار فیبر زیادی دارند و اشتها رو سرکوب میکنن و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شما میشه اشتباه شماره چهارم ماهی هیچ غذاهای مورد علاقه شما نیست چربی های ترنس میتونه آسیب اشعه خورشید رو تشدید کنه اما مطالعات مشخص کرده که چربی های موجود در ماهی میتونه از این آسیب ها جلوگیری کنه. این خاصیت جادویی ماهی به دلیل وجود چربی های اومگا سه است که میتونه باعث کاهش التهاب، کاهش سطح سرید و به حداقل رسوندن آسیب های متابولیکی مغزی ناشی از رژیم غذایی در اثر فراکتوز بشه. استفاده از مکمل های اومگا 3 باعث میشه تلومرهای شما کوتاهتر نشه تلومرها قسمت پایانی دینی دی شما هستند که طول اونها به طور مستقیم با طول عمر شما در ارتباطه. اشتباه شماره پنجم هیچ وقت بدون قهوه سپری نمی کنید. قهوه دارای مزایای زیادیه اما اگر در نوشیدنش مخصوصا بعد از ساعت سه بعد از ظهر به اونور زیاده روی کنید میتونه در کیفیت خواب زمان خواب کامل شما تداخل ایجاد کنه. حتما میپرسین این چه ارتباطی به سن و پیری داره؟ باید گفت که کیفیت خواب روی حافظه، خلق خوی پایدار و روند پیری شما تاثیر مستقیم داره. اشتباه شماره ششم بیشتر غذاهای شما در مایکروویو ساخته میشه. وعدههای های منجمد که در مایکروویو سریع حاضر میشن و شاید وقت زیادی رو در آشپزخانه از شما نگیرن، این غذاهای منجمد دارای سدیم زیاد هستند. که میتونه باعث کم بود آب، احتباس و جمع شدن آب در بدن و نفخ بشه. در نتیجه به شما ظاهری پفالود و پیر میده. غذاهای منجمد و پرنمک به دی این ای آسیب میزنن، تلومرها رو کوتاه میکنن و باعث پیری میشن. سودیومی بیش از حد منجر به فشار خون بالا میشه که با چین و چروک و بیماری های قلبی و روغی در ارتباطه. اشتباه شماره هفتم شما عاشق خورشید و سیر نور آفتاب بودن هستید. بیرون رفتن و لذت بردن از نور آفتاب برای تقویت روحی شما و جذب ویتامین دی مهمه. اما قرار گرفتن بیش از حد در مرز آفتاب باعث تون شدن روال پیر شدن میشه. اولین و رایشترین نوع چین و چروک پوست از آسیب های مزمن در آفتابه. اشعه بیش از حد آفتاب باعث از بین رفتن کلاژن و الاستین و در نتیجه چین و چروک پوست میشه. این پرتوها علاوه بر پیر شدن منجر به سرطان پوست از نوع ملانوما هم خواهند شد. اگر زیاد در زیر نور آفتاب هستید، حتما از کرم های ضد آفتاب استفاده کنید. اشتباه شماره هشتم سال هاست که به چشم پزشکی مراجعه نکردین. مخصوصا اگر همکنون عینکی هستید و ممکنه تشویز قبلی دکتر در مورد چشم شما منسوخ شده باشه این کار نه تنها در طولانی مدت به بینایی شما آسیب میزنه بلکه بر روی پوست ظریف اطراف چشم شما هم تاثیر خواهد گذاشت وقتی شما نمیتونید درست ببینید به عضلات اطراف چشم خودتون فشار وارد میکنید و این کار باعث انقباض این عضلات میشه در واقع این حرکات چشم و فشار آوردن باعث میشه سلول های پوستی فشرده بشه و چین و چروک ایجاد بشه این کار در طولانی مدت میتونه خاصیت ارتجایی پوست شما را از بین ببره اشتباه شماره نهم عاشق شیرینیجات هستید اگر شما نمیتونید از چیزهای شیرین جدا بشید و دائما به فکر خوردن نوشابه یا قلات قنی هستید پس باید به شما بگم که این یک روش بسیار آسونه که شما زودتر پیر بشید وقتی چیز شیرین رو میخوریم که قند زیادی داره بدن خودمون رو با مولکول‌های قندی غرق میکنیم این مولکول‌های اضافی به پروتئین‌های مهمی مانند کلاژن و الاستین یعنی پروتئینهایی که پوست شما را جوان و سالم و محکم نگه میداره می‌چسبن. این کار باعث میشه پروتئین هایی که مانع از لکه شدن پوست شما میشن تجزیه بشن و التهابات در بدن ما که در ایجاد بیماری های بیشماری نقش دارن زیاد میشن قند میکروبیوم بدن رو ناسالم میکنه و باعث التهاب میشه تمام این اعمال میتونه روند پیری رو تسریع کنه تحقیقات دانشکده پزشکی من سینای نشون میده که هر زمان شما مصرف چیزهای قندی و سرخ شده رو کنار بذارید، نشانگرهای التهابی در بدن کاهش میابه و روند پیری کند میشه. اشتباه شماره دهم ده اصلا با ورزش میانی خوبی ندارید. حتما لازم نیست که به یک باشگاه ورزشی برید حتی سی دقیقه پیاده روی در روز میتونه سلامتی شما رو افزایش بده کلسترول بد رو کم کنه و از قلبتون محافظت میکنه حساسیت به انسولین رو بهبود میبخشه و از همه مهمتر باعث قوی شدن استخوان ها میشه هرچقدر سن ما افزایش پیدا میکنه خطرات بیشتر ما رو تهدید میکنه مطمئن بشید در طول روز از ویتامین دی و کلسیوم کافی استفاده می کنید و حداقل در سه روز سی دقیقه پیاده روی سریع انجام بدین. اشتباه شماره یادهم اصلا چای سبز نمیخورید. باید گفت که چای سبز چربی های شکم را از بین میبره. محققان نوعی کاچین به نام EGCG رو در چای سبز یافتند که باعث احیای متابولیزم، افزایش آزاد شدن چربی از سلول های چربی و سرعت بخشیدن به چربی سوزی کبد میشه. یک مطالعه در بین 90 هزار نفر نشون داد افرادی که بیشترین چای سبز رو مصرف کردند کمترین خطر مرگومی رو داشتند. قطع این نوشیدنی با سوال عقل پریشانی روانی، سکته مغزی و حتی شکستگی استخوان مرتبطه که در زنان موسن شیوی بیشتری داره. اشتباه شماره دوازده هم به اندازه کافی نمی خوابید. از اونجایی که خواب یکی از اجزای مهم تنظیم هرمون، بازگابی ماهیچه، رشد حافظه و حفظ متابولیسم مناسبه به مرور زمان کم بوده خواب میتونه منجر به افزایش وزن، استراب، افسردگی و مقاومت به انسولین بشه که میتونه باعث دیابت نوع دو و فشار خونه بالا بشه. اگر به اندازه کافی نخوابید، بدن شما نمیتونه هرمونهای های چربی سوزی تولید کنه. اشتباه شماره 13 هم اگر هنوز از کره مارگارین استفاده میکنید. چربی های ترنس به همون اندازه که برای سلامتی شما بد هستند برای سلول های پوست شما هم بد هستند با وجود دستور سازمان غذایی مبنی بر حذف چربی های هیدروژنه در سال 2018 هنوز بسیاری از ما در حال استفاده از محصولات لبنی پرچرب و مارگارین و بسیاری از کالاهای بستبندی موجود در فروشگاه ها هستیم. بنابر تحقیقات، چربی های موجود در مارگارین هیدراتاسیون را از بین میبره. و هرچه پوست شما کمتر هیدراته باشه چروپ ها سریعتر ظاهر میشه همچنین مصرف این گونه چربی ها باعث تسری در پیشرفت بیماری عروغ کرونر و دیابت هم میشه اشتباه شماره چهاردهم استرس زیاد دارید استرس بالا به معنای داشتن مقادیر بالای هورمون کورتیزوله این هورمون نگهدارنده چربیه که باعث فشار خون بالا، درد قفسه سینه، یک متابولیسم کنتر و افزایش وزن میشه. اینها همه پیشساز بیماری های مرتبط با سن هستند که طول عمر شما رو کوتاه میکنن. از همه بدتر وقتی استرس داریم، غذاهای قندی، چربی و شوری طلب میکنیم. که این سه دست غذا تهدیدی سگانه برای افزایش وزنه یک مطالعه نشون داده افرادی که در طی یک دوره مطالعه 23 ساله دچار اضافه وزن شدن 19 درصد بیشتر در مقایسه با افرادی که هرگز از یک وزن معمولی تجاوز نمی کنن، فوت می کنند غذاهایی هم هستند که برای استرس مفید هستند و میتونن جلوی استرس رو بگیرن و همینطور غذاهایی که باعث افزایش استرس میشن که در کلیپ جداگانه به اونها خواهیم پرداخت اشتباه شماره 15 هم از سرخ کردنی ها دست بر نمی دارید. پیاز سرخ شده، سیب زمینی سرخ شده. آیا می غذاهای سرخ شده چقدر برای روده شما بد هستند و چقدر میتونن عمر شما رو کوتاه کنند؟ وقتی غذاها رو سرخ می کنید، روغن و چربی رو در دمای بسیار بالا قرار میدیم. وقتی این اتفاق بیفته رادیکال های آزاد یعنی مقصر اصلی پیری تشکیل میشن در رستوران ها از روغن ذرت و سویا استفاده می کنند که این روغن ها حاوی چربی های اومگا شش فراوانه این گونه روغن ها در اثر حرارت زیاد مقادیر بالای رادیکال های آزاد رو در بدن بعد از مصرف ایجاد می کنند که میتونه هر چیزی رو از بیماری قلبی تا چین و چروک ایجاد کنه اشتباه شماره 16 ارگانیک غذا نمیخورید. در طول مسیر زندگی سموم مواد غذایی و نوشیدنی ها در بدن شما جمع میشه. این سموم میتونه در خون شما وارد بشه یا در چربی بدن ذخیره بشه. بیشتر این سموم ناشی از سموم دفع آفات و هورمون‌هایی هایی هستند که در محصولات حیوانی یافت میشه. میوه و سبزیجات ارگانیک و گوشت های بدون هورمون رو انتخاب کنید تا سمومی که موجب تسری در پیری میشن رو کاهش بدین. و اشتباه شماره هفته هم که شما رو پیرتر از سنیتون خواهد کرد سیگار کشیدنه. همه شما احتمالا از تاثیرات بد سیگار روی قلب و ریه باخبر هستید ولی نکته اینجاست که دود سیگار نه تنها شما را با این خطرات روبرو میکنه بلکه باعث ایجاد تغییرات در صورت شما هم خواهد شد سمهای مختلفی که در سیگار وجود داره باعث ایجاد خطوط چروک روی صورت و دور لبهای شما میشه نیکاتین موجود در سیگار باعث باریک شدن رگهای خونی در پوست میشه و این باعث میشه پوست شما چروک بخوره چون وقتی رگها باریک میشن مواد مغذی نمیتونه به اپیدرم ها برسه دوستان خوبم شما چه کارهایی رو میشناسید که میتونه انسانها رو زودتر پیر کنه حتما دانستهاتون رو با ما در میان بذارید تا یک برنامه دیگه خدا نگهدار همگی